خب سلام دوستان، به ویدیو دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه باکس اول یا همون باکس ایزیه اتاق هکر آف هیل رو روی پلتفرم چای هکمی انجام بدیم. فقط از اونجایی که در واقع اتک وکتورهای ما زیادن، راهایی که در واقع برای حمله و پیدا کردن وانربیلیتی زیادن، 4 تا پورت باز HTTP داریم. من یه راست میرم سراغ 2 تا پورتی که توشون در واقع وانربیلیتی RCE یا ریموت کد اکزیکیوشن رو پیدا کردم که بهمون شل میدن، چون که نمیخوام تایم ویدیو زیاد شه. میریم که راست اسکن ران کنیم تا پورت های بازو به همون نشون بدن. SV version enumeration SC default scripts ON یه output داشته باشیم توی directory nmapی که اینجا ایجاد میکنم به اسم all ports. عذر میخوام. خب دو تا پورت برامون پیدا کرد، 22 که به صورت دیفالت SSH، 80 به صورت دیفالت HTTP. سه تا پورت دیگه هم پیدا کرد، 8000، 8001 و 8002 که میتونن جایگزین هایی برای HTTP باشن و همونطور که گفتم اتک وکتورمون زیادن، این 4 تا HTTP هن و هر کدومشون یه سایت در واقع مختلفن. پورت کواد 9 هم که از اونجایی که خود ترای هک میگفته بود که باکس های حالا هکر آف هیل رو میخواد به کینگ آف هیل اضافه کنه، اگه شما کینگ آف هیل بازی کرده باشین میدونید که پورت کواد 9 برای اینه که پروگرس های کینگ آف هیل رو در واقع چک کنن و ببینن که چه خبره. پس با اون کلا کاری نداریم. یه دایرکتوری برای گوباستر ایجاد میکنیم، میریم توش گوباستر رو رام میکنیم در UHTP. از اونجایی که من گفتم بهتون در واقع اتک وکتورمون زیاده، پورت هایی که باشون کار داریم یکی 8000، یکی هم 8002 اگه اشتباه نکنم. User share word list derp comment.txt و من در واقع robots.txt هم به اول این word list اضافه کردم تا سریعتر برامون پیدا کنه. robots.txt رو اینجا داریم، میریم که در واقع اینو ببینیم چه خبره. وقتی ویزیتش کنیم به قول خودش یک CMS بسیار ساده است، very basic CMS. و اگه بریم در واقع robots.txt رو ببینیم، یه اینتری داریم که VBCMS، اینو کپی میکنیم بریم ببینیم چه خبره. وقتی VBCMS رو میبینیم در واقع یه لاگین پیجه که اگه دیفالت در واقع credentials admin رو بهش بدیم، لاگین رو بزنین، میبینین که همونطور که میبینید همونطور که میبینید لاگین شد و به قول خودش وارد قسمت ادمین اریا شدیم که توش حالا این about و contact رو که قرار گواستر پیدا کنه رو میتونیم ادیت کنیم. اگه حالا در واقع about رو ادیت کنیم، میبینیم که PHPش اینجا هست، ما میتونیم اینو modify کنیم و در واقع از user share web shells PHP و PHP reverse shell رو جاش قرار بدیم که در واقع یک ریورسل PHP که به حالا لیسنری که ما براش بذاریم روی پورت 1234 که حالا من اینجا مشخص کردم براش کال بک میکنه. اینو اینجا میزنیم، آپدیتش میکنیم. همونطور که میبینید پیج آپدیتد، به صورت در واقع سکسسفول آپدیت شد و من اینو در واقع از قبل مودیفای کردم که پورتم 1234 باشه و آی پی وی پی ان چای هک می. پس یه لیسنر میذاریم NCNVLP 1234 و وقتی اینو ویو کنیم یا در واقع ویزیت کنیم این پیج about you که الان ما مودیفایش کردیم که شل ما باشه، اکسیکیوت میشه شل ما و ما کال بک رو میگیریم. همونطور که میبینین کال بک رو گرفتیم به عنوان سرور 1. حالا این باکس 4 تا فلگ داره برای همه یوزرهای سرور 1 2 3 و 4. سرور 4 روی پورت 80 اگه اشتباه نکنم، سرور 1 روی 8000 که الان بود یعنی 8000 که الان گرفتیم، همونطور که اینجا میبینید. سرور 2 روی پورت 8001 و سرور 3 روی پورت 8002 که ما اگه پریویس کار بخوایم وکتوراش رو چک کنیم، اگه کران جاب ها رو در واقع ببینیم چه خبره، اینجا یوزر روت هر ثانیه هر دقیقه یه بار در واقع داره این بش اسکریپت بکاپ رو که اینجا قرار داده قرار داره در واقع ران میکنه، که اسکریپت هم فقط هر چیزی که توی دایرکتوری بکاپس باشه رو موو میکنه به حالا این پث. اگه LSL روش بزنیم که ببینیم آیا میتونیم مودیفایش کنیم، اولا که اونر و گروپش سرور سن که همونطور گفتم روی پورت 8002 یا همون 8002 هم و یعنی همه یوزرهای روی باکس میتونن رید و اکسیکیوتش کنن، اونر و گروپش هم میتونن رید و اکسیکیوتش کنن. خب الان سوال اینجاست که ما چه شکلی اینو مودیفای کنیم که روت حالا اینو برامون ران کنه، حالا یا ریورس شل باشه یا راههای دیگه برای گرفتن روت. سوال اینه که ما چه شکلی در واقع سرور 3 رو بگیریم. خب همونطور که بهتون گفتم اگه ما بیایم
IP مون رو کپی کنیم اینجا و بریم روی 8002. اینجا learn PHP with Adam در واقع میگه که آموزش مثلا PHP که لسن اولش به قول خودش فریه و ازمون میخواد که hello world رو, world رو در واقع اکو کنیم توی PHP. پس این کار رو براش انجام میدیم که ببینیم چی میشه. اگه you did it, now try our next session. خب برای سشن بعدیش مثل این که از همون میخواد سابسکرایب کنیم که حالا این کار رو نمی کنیم، ولی همونطور که دیدیم ما هر PHP کدی اینجا بذاریم در واقع ران میشه و ریزالتش رو اینجا میبینیم. حالا چی میشه اگه ما دوباره user share web shells PHP مونو اینجا در واقع PHP reverse shell مونو اینجا بذاریم که بهمون کالبک کنه، دوباره چی میشه؟ فقط کاری که باید کنیم اینه که پورتش رو عوض کنیم از اونجا که پورت 1234 رو در واقع سرور 1 گرفته و این براکت های PHP هم از اولش برداریم، چون همونطور که اینجا میبینید داره خودش. میایم که IP مون هم درست کنیم، میذاریمش مثلا 1224، یه لیسنر برش میذاریم NCNVLP 1224 و رانش میکنیم. همطور که میبینید کالبک رو گرفتیم، آیدی رو بزنیم سرور سسم. پس شلمون رو استیبلایز میکنیم. اگر نمیدونید دارم چی کار میکنم، توی ویدیو اولا توضیح دادم که این کار به چه درد میخوره و برای چی دارم این کار رو میکنم. وین باش STTY را ماینس اکو ترمو اکستر میذاریم و کلیر. خب همونطور که اینجا دیدیم در واقع پرمیشن های این حتی خود اونر هم نمیتونه در واقع مادیفایش کنه، پس بهش یه chmod777 رو میدیم چون که اونرش هستیم و میخواییم پرمیشن هاش رو عوض کنیم که بتونیم کپی نکرده اینو php reversal امون اونجا بود، اینو میخواییم. پس chmod777 روی این یه استیج هم اینجا هست. این شلمون هم بسته شد، هیچ ایرادی نداره. خب پس الان اگه یه LSL روش بزنیم میبینید که همه میتونن مادیفایش کنن، ولی خب حالا ما خودمون هم میتونستیم مادیفایش کنیم، اصلا ایرادی نداشت، یعنی قصدمون اصلا همینه. حالا چیکار میکنیم؟ میتونیم اینو مادیفای کنیم که یک ریورس شل باشه که به عنوان روت بهمون کال بک کنه، یا یه کار راحت تر میتونیم در واقع SUID bit رو روی بین بش بذاریم که با پریویلیج های روت بش رو اسپان کنیم، ران کنیم و در واقع یوزر روت رو داشته باشیم. پس chmod plus اگه بتونم تایپ کنم S روی بین بش، پس در واقع این خط بش، این لاین بش توسط روت ران میشه همونطور که توی کرون جاوا دیدیم. و ما اگه LSL رو روی بین بش بزنیم میبینید که هنوز نیومده، مثل این که یه خورده بهش مهلت میدیم. اینو کت کنیم ببینیم درست شد یا نه. chmod-s یعنی plus s روی بین بش. حالا اگه lsl روی بین بش بزنیم میبینید که suid روش در واقع اثر کرده، suid شده. و اگه ما اینو بین بش در واقع با dash p همون privileges run کنیم روتو میگیریم همونطور که اینجا میبینید. روتو گرفتیم، بریم توی دایرکتوری روت LSLA بزنیم و root.txt رو اینجا میبینید. حالا اگر هم دارین مثلا King of the Hill بازی میکنین میتونین ID خودتون رو اینجا بزنین. حالا الان که نه، توی حالا همون بخش King of the Hill. فلگای دیگه هم اگه اشتباه نکنم برای یوزرهای دیگه توی var dab 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 بودن. حالا دیگه این کارو میسپرم به خودتون که فلگا رو پیدا کنید، چون شما روت هستین و هر فایلی رو بخواید روی سیستم بخونین میتونین بخونین و هیچ مشکلی نباید باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. میدونم کوتاه بود، میریم که در آینده حالا هر چه سریعتر باکس مدیومشم براتون بذارم. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارین که اکانتاتون سابسکرایبش نپره، سابسکرایب یعنی سابسکرپشناتون نپره. و همین دیگه، تا ویدیو بعدی که باکس مدیومش باشه، حالا معلوم نیست، خدا نگهدار.